ساعت سه و سی دقیقه بامداد در لندن، هفت در تهران و کابل و هفت و نیم در دوشنبه به چشم انداز بامدادی خوش آمدید من نازعین جاوید هستم. ایران و روسیه میگویند آمریکا با خروج از برجام دیگر نمیتواند با استناد به قطعنامه 2231 از سازمان ملل خانه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شود. اما هم واشنگتن همچنان بر این موضع پافشاری میکند. گزارش داریم از تازه‌ترین تحولات در این باره. وزیر بهداشت ایران هشدار داده که کشور باید خود را برای حجوم همزمان کرونا و آنفلانزا آماده کند نگاهی هم میاندازیم به تازه در این خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارشگرانه بدون مرز نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در ترکیه ابراز نگرانی کرده جزئیات بیشتری هم از این خبر میشنوید و آلمان کلیه فعالیت‌های گروه‌ها و انجمن‌های وابسته به حزب لبنان در این کشور را ممنوع کرده گزارشی هم داریم در این باره پیش از اینها خلاصه خبرهای ایران و جهان را بشنوید با درود و حساب خیر پس از آنکه وزیر خارجه ای آمریکا گفت که این کشور قصد دارد به عنوان یکی از شرکت کنندگان در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از رفع تحریم های تسلیحاتی ایران جلوگیری کند درگیری های لفظی بین مقامات این دو کشور بار دیگر بالا گرفت برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ای آمریکا در امور ایران گفته آمریکا تلاش می‌کند تا متحدانش را نیز در این تصمیم با خود همسو کند با توجه به اینکه رژیم ایران از برجام برای آزمایش و تولید موشک خشونت منطقی و گروگانگیری استفاده کرده ما فکر می کنیم اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران حمایت کنند اگر تمایل زیادی به تمدید این تحریم ها وجود نداشته باشه ما از تمام گزینه های دیپلماتیکمون برای تمدیدش استفاده می کنیم. از طرفی نماینده ایران در سازمان ملل گفته آمریکا هیچ استدلال حقوقی برای مشارکت در قطنامه مورد نظر ندارد روسیه موضع آمریکا را رد کرده و اتحادیه اروپا هم میگوید آمریکا خود پایان عضویتش در برجام را اعلام کرده در نیویورک پلیس متوجه شده که یکی از بونگاهای کفن و دفت به علت کمبود جا اجساد را در کامیون های یخچالدار و یا وانت های مسقف قرار داده شهر نیویورک با بیش از هجده هزار جان باخته کانون کرونا در جهان لقب گرفته با آمریکا هم با بیش از یک میلیون نفر مبتلا به کووید 19 و بیش از شست هزار جان باخته بیشترین آسیب را از این گیری متحمل شده در ایران وزارت بهداشت شمار قربانیانی بیماری کرونا را طی 24 منتهی به 11 اردیبهشت 71 نفر اعلام کرده علی بازگشایی ادارات و کسب و کارها در ایران سعید نمکی تاکید کرد که شرایط شرایط عادی نیست و مردم باید همچنان اصول فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند و آمریکا میگوید ونزوئلا که با مشکلات شدید مالی مواجه است هزینه تعمیر و بازسازی صنایع نفتی خود توسط ایران را احتمالا با طلا پرداخت می کند. یک روز پیشتر مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که هواپیماهای متعددی از ایرانی ماهانه ای در ونزوئلا مشاهده شدند و خواستار توقف این پروازها شده بود آمریکا ماهان را به انتقال نیرو و سلاح برای سپاه پاسداران از ایران به سوریه متهم کرده و این شرکت را تحریم کرده است. الیوت آبرامز مسئول امور ونزوئلا در دولت آمریکا گفت که ایران از جمله در هفته جاری مشغول اعزام هواپیماهای بیشتری به این کشور آمریکای جنوبی بوده است به گفتی او این هواپیماها تجهیزاتی را برای صنعت نفت ونزوئلا منتقل می و در ازای این خدمات احتمالا طلا تحویل میگیرند. یک مقام ونزوئلایی هفته پیش به خبرگزاری رویترز گفته بود که این کشور برای راه اندازی بخشی از پالاشگاه کاردون برای تولید بنزین از ایران تجهیزاتی دریافت کرده است سینا علی نژاد گزارش میداد خبرها را از بیبیسی در لندن میشنوید به برنامه جمعه 12 اردیبهشت 1399 برابر با اول ماه مه 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشغانی تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. برنامه را با خبری در مورد ایران آغاز می کنیم. پس از آنکه آمریکا گفت قصد دارد با ارجاع به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شود ایران و روسیه این اصطلاح آمریکا را رد کردند و اروپا هم میگوید آمریکا خود گفته که دیگر عضو برجام نیست سفیر ایران در سازمان ملل گفته آمریکا هیچ استدلال حقوقی برای این اقدام ندارد همتای او از روسیه هم گفته این سیاست آمریکا به راه به جایی نمیبرد اما آمریکا میگوید مصمم است جلوی پایان تحریم تسلیحاتی ایران را بگیرد در همین حال سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بی بی سی فارسی گفته که آمریکا به مشارکت در توافق هسته ایران پایان داده جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن با روشنتر شدن قصد دولت آمریکا برای بردن پرونده فعالیت موشکی ایران به شورای امنیت سازمان ملل این رویکرد در داخل آمریکا هم بحث برانگیز شده از جمله سناتور الیزابت وارن از چهرهای ارشد حزب دموکرات در کنگره از این قصد دولت, دولت دونالد ترامپ ابراز تعجب کرده که با اشاره به متن قدنامه 2231 که در آن آمریکا هم بین مشارکت کنندگان در برجام ذکر شده بخواهد از سازوکار ماشه برای بازگرداندن یک جانبه شورای امنیت استفاده کند موزه ای که واکنش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را برانگیخت و در توییتر خطاب به او نوشت که یک بار دیگر قانون را بررسی کند چون به گفته او حقوق آمریکا تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از برجام جداست. بعد هم به کنایه از او پرسیده که نکند موافق از سرگیری فروش تسلیحات چین به ایران از جمله تانک های VT4 است که البته واکنش سناتور وارن را در همان توییتر به دنبال داشت که جواب داد بند ده قدنامه 231 از آمریکا خواسته اختلافها را در چارچوب توافق هسته ای حل کند همان توافقی که شما از آن کنار کشیدید و گزینه های ما را محدود کردید و امنیت ما را کم کردید بعد هم به کنایه از او پرسیده که نکند خواستار بازگشت به برجام است ناظران میگویند اگر دولت آمریکا نتواند منتقدان داخلیش را درباره این ارجاع به برجام قانع کند چقدر میتواند روی قانع کردن اعضای شورای امنیت حساب کند در روزهای گذشته رسانه آمریکایی گزارش دادند که دولت آمریکا میخواهد از شورای امنیت بخواهد تحریم تسلیحاتی ایران را که کمتر از شش ماه دیگر تمام میشود به طور نامحدود تمدید کند اقدامی که البته انتظار رود چین و روسیه دو همپیمان عمده ایران و تو کنند اما طبق این گزارش ها در آن صورت آمریکا می خواهد استدلال کند طبق قطنامه 2231 که برگی رسمی بود بر توافق هسته‌ای ای یکی از مشارکت کنندگان در برجام بوده و از بندی از این قطنامه استفاده کند که به شش کشور طرف توافق فرصت می دهد در صورت عمل نکردن ایران به تعهداتش هر کدام بتوانند به طور یک جانبه تحریم های شورای امنیت مربوط به قبل برجام را بازگرداند فارغ از قید وتو معروف به سازوکار ماشه هرچند دو سال پیش که دولت آمریکا رسما از توافق سی خارج شد عنوان رسمی اطلاعیه کاخ سفید توقف مشارکت در برجام بود برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با بی بی سی بدون تایید ریزی برای به کار گرفتن مکانیزم ماشه گفت که امیدوار است شورای امنیت با تمدید تحریم ها موافقت کند. با توجه به اینکه رژیم ایران از برجام برای آزمایش و تولید موشک خشونت منطقی و گروگانگیری استفاده کرده ما فکر می‌کنیم اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران حمایت کنند. اگر تمایل زیادی به تمدید این تحریم‌ها وجود نداشته باشه ما از تمام تمام که دیپلماتیکمون برای تمدیدش استفاده میکنیم. پیشتر مقام‌های ارشد ایران گفته بودند که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت خط قرمز آنهاست. قطعنامه‌های شورای امنیت خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. این خط قرمز رعایت بشه، برجام به طور کامل از بین خواهد رفت به اضافه اقدامات دیگری که جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد. در شرایطی که در دو سال اخیر آمریکا داشته پیگیرانه تحریم های ایران را اجرا کرده و با وجود مخالفت های طرفین دیگر برجام توانسته درآمدهای ارزی حکومت ایران را محدودتر از همیشه کند به نظر میرسد بازگشت فرضی تحریم های شورای امنیت هم بیشتر به افزایش تنش سیاسی منجر شود هادی نیلی گزارش میداد چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیویی در لندن میشنوید مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران. که نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگویند ویروس جدید کرونا اگرچه از چین آغاز شده اما محصول دست بشر نیست و در آزمایشگاه دستکاری ژنتیکی نشده دونالد ترامپ یک بار دیگر اصرار کرده منشأ این ویروس مؤسسه ویروس شناسی ووهان در چین بوده همزمان سازمان ملل متحد از تفرقه میان رهبران جهان برای مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرده انتقاد آنتونیو گوترش در پی ادعای رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده که چین را متهم کرده بود با شیوع ویروس کرونا به دنبال شکست دادن او در انتخابات بوده همه اینها و دیگر تحولات مربوط به همگیری کرونا از چند گوشه جهان در گزارش از مهنوش پورزیایی خبرنگار بی بی سی در واشنگتن بیش از یک ماه است که شورای امنیت سازمان ملل متحد مشغول بحث بر سر قدنامه در قبال شیوع کرونا 2019 و نیاز به همکاری هرچه بیشتر میان کشورها در این زمین است. اما بر اساس گزارش های یکی از مشکلات نحوه اشاره به نقش سازمان بهداشت جهانی است که از نظر دونالد ترامپ طرفدار چین است رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه این کشور را عملا متهم کرد که ویروس کرونا 2019 را در آزمایشگاه درست کرده تا جلوی انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری را بگیرد چین این اتهام را رد کرده حالا دیگر صدای دبیر کل سازمان ملل متحد هم از اتهامات دو طرف به هم درآمده دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید همه گیری ویروس کرونا نیاز به اتحاد میان قدرت های جهان را از هر زمان دیگری بیشتر کرده اما برخی کشورها در این بحران از خود رهبری نشان نمی دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد کاملا مشخصه که با فقدان رهبری روبرو هستیم واضحه که جامعه بین المللی دچار تفرقه شده آن هم زمانی که بیش از هر وقت دیگری به اتحاد نیاز داریم یا بهتر بگوییم بین قدرت و رهبری در این بحران فاصله افتاده هر جا که قدرت باشد رهبری نیست اما رهبری بحران در عرصه هایی که قدرت حضور ندارد بسیار موفق است امیدوارم این مشکل هر چه زودتر رفع شود روز پنجشنبه بعد از چند هفته رواج تئوری های در آمریکا به ویژه از سوی محافظه‌کاران که دولت چین و آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان را عامل شیوع ویروس کرونا میخوانند نهادهای امنیتی آمریکا رسما اعلام کردن این ویروس ساخته دست بشر نیست دفتر نهاد امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای گفته اگرچه شیوع ویروس کرونا 2019 از چین شروع شده اما این ویروس ساخته دست بشر نیست و دستکاری ژنتیکی در آن صورت نگرفته ویروس کرونا 2019 تا کنون بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر در سراسر جهان را مبتلا کرده و جان بیش از دویست و سی هزار نفر را گرفته. تنها در 24 ساعت گذشته 8 هزار نفر در روسیه به این ویروس مبتلا شدند و مجموع مبتلایان در این کشور حالا از 106 هزار نفر فراتر رفته. روز پنجشنبه مشخص شد نخست وزیر روسیه هم از این ویروس در امان نمانده. از سوی دیگر آلمان از کشورهایی است که به سوی کاهش محدودیت ها در قبال ویروس کرونا می رود. انگلا مرکل روز پنجشنبه اعلام کرد موزه ها کلیساها و پارک های بازی در این کشور می توانند از شش روز دیگر به صورت مشروط فعالیت کنند. صدر آلمان گفته تعداد مبتلایان تازه در کشور باید کاهش پیدا کند و قواعد مربوط به فاصله های اجتماعی در مکان های عمومی باید کماکان رعایت شود. و بانک جهانی گفته دستاورت های جامعه جهانی در مبارزه با فقر با شیوع ویروس کرونا به خطر افتاده. به گزارش این نهاد بینون مللی برای اولین بار از سال 1998 تا کنون نرخ فقر در جهان افزایش خواهد یافت و تا پایان سال جاری میلادی 8 درصد از جمعیت جهان یعنی نیم میلیارد نفر دوباره به دامن فقر خواهند افتاد. منوش پورزیایی گزارش میداد وزارت کار آمریکا اعلام کرده که در ظرف یک هفته گذشته حداقل 3 میلیون و هزار نفر دیگر در این کشور بیکار شدند شیوع گسترده کرونا در آمریکا و تعطیلی اجباری بسیاری از کسب و کارها باعث شده تعدادی بیکاران این کشور از مرز سی میلیون نفر عبور کند به این ترتیب نرخ بیکاری در آمریکا به بیش از 18 درصد رسیده جزئیات بیشتر در گزارشی از کامبیزه فتایی روزی نه چندان خوشایند برای بازار بورس آمریکا. شاخص های اصلی وال استریت پس از چند هفته نسبتا پر رونق پنجشنبه به زیر خط منفی سقوط کردند. علت اصلی خبر افزایش مجدد نرخ بیکاری در کشور دولت فدرال میگوید که حدود چهار میلیون نفر دیگر در ظرف یک هفته به خاطر اپیدمی ویروس کرونا بیکار شدند کسانی که در ایالتهای مختلف آمریکا برای بیمه بیکاری تقاضا دادند حالا تعدادشان به بیش از سی میلیون نفر رسیده رکوردی تازه فقط در ظرف شش هفته شوکی بزرگ به بزرگترین اقتصاد جهان که در ظرف سه ماهه اول سال میلادی جاری حدود 5 درصد منقبض شده رقمی که برخی پیش بینی می‌کنند تا پایان سال 2020 میلادی یعنی تا 8 ماه دیگر به 30 درصد هم برسد افزایش شهید نرخ بیکاری در آمریکا در شرایطی رخ داده که روند اخراج دست جمعی تازه در حال آغاز شدن است. به خصوص در صنایع به شدت آسیب دیده ای چون هوانوردی که این روزها زمینگیر شده. شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا این هفته اعلام کرد که 16 هزار نفر از کارکنانش را از کار بیکار می کند. چیزی حدود 10 درصد آنها را. در این میان محافظه کاران در آمریکا خواهان پایان هرچه سریعتر مقررات قرنطینه و تعطیلات اجباری هستند این تجمع روز پنجشنبه برخی محافظه کاران علیه فرماندار دموکرات میشیگان که خواهان تمدید بسته اجباری کسب و کارهای غیر ضروری در ایالتش شده تا از گسترش کرونا جلوگیری کند با افزایش فشارها و هزینه اقتصادی اما روند محدود و تدریجی بازگشایی ها در چند ایالت از جمله جورجا و تگزاس آغاز شده تا شاید قدری از اثرات مخرب اپیدمی کرونا بر اقتصاد کاسته شود اپیدمی که تا به امروز در سراسر آمریکا بیش از یک میلیون نفر را بیمار سی میلیون را بیکار و حداقل جان 61 هزار نفر را گرفته کامیز فتایی گزارش میداد وزیر بهداشت ایران هشدار داده که این کشور باید خود را برای حجوم سنگین و همزمان کرونا و آنفلونزا در نیمه دوم سال آماده کند این در حالی است که رئیس جمهوری ایران دیروز دوباره از عملکرد دولتش در مبارزه با کرونا تتا... ستایش کرد طبق آمار دولت در 24 ساعت گذشته کمتر از هزار مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و حدود هفتاد نفر هم جانشان را از دست دادند هرچند منابع دیگر آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار رسمی میدانند یا هوشمندی گزارش می دهد. بیمارستان های ایران در صف اول مبارزه با کرونا، ویروسی که تا به حال جان هزاران نفر را در ایران گرفته، از جمله کادر درمانی. هرچند رئیس جمهوری ایران با استناد به آمار رسمی میگوید تخت های بیمارستان ها در حال خالی شدن است و روند ابتلا و مرگ و میر رو به کاهش من به مردم عزیزمون اعلام میکنم خود آمار دیشب رو که من نگاه کردم بسیار برام خوشحال کننده بود این آمار نزولیه به حمد یعنی در مبتلایان آمار نزولی در کل در بستری در بیمارستان آمار نزولیه یعنی من الان بر مبنای آمار دیشب میتونم بگم بخش اعظم تخت های بیمارستانی ما که برای کرونا اختصاص دادیم خالیه با امیدواریم روز بروز روز خالی البته درباره صحت آماری که آقای روحانی به آنها استناد میکند تردید وجود دارد روزنامه شرق در شماره چهارشنبه ده اردیبهشت خود نوشت که ثبت احوال ایران در اقدامی عجیب آمار تازه مرگ در کشور را اعلام نمی کند. به گزارش شرق آماری که روزانه اعلام می شود آمار همه مبتلایان و جان باختگان نیست بلکه آمار افرادی است که به مراکز درمانی مراجعه کرده و تست کرونا دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان و مقام های محلی هم میگویند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است شفاف نبودن آمار خوشبینی کاذب ایجاد می کند و البته باعث می شود لنز دوربین تصویری از عادی شدن شرایط منعکس کند وزیر بهداشت ایران اما میگوید شرایط عادی نیست و شهروندان باید اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را همچنان رعایت کنند. من گله دارم از بعضی از شهروندان عزیز خیلی غذایا رو عادی فکر کردید. درسته که ما دستاورد بسیار مطلوبی رو در اوج گرفتاری اقتصادی داشتیم. درسته که واقعا مرگ و میرهامون به دو رقمی رسید که انشالله میریم به سمت نزول بیشتر. درسته که ما توانستیم ورودی بیمارستان همون رو در کشور به حد اقل برسونیم اما این به این معنی نیست که کرونا تمام شد کرونا هنوز شکست نخورده اما بعضی میخواهند اماکن مذهبی باز و گرد همایی های معمول در آنها به حالت عادی برگردد وزیر بهداشت میگوید این کار میتواند خطرناک باشد اما در بعضی از مناطق با رعایت شرایطی خاص امکان پذیر است ما همکارانمون رو بسیج کردیم دستورالعمل هایی رو تدوین کردند شهرهایی که ما اونها شهرهای سفید میدونیم و اون سفید بودن هم یک مراحلی رو داره میتونن در اونها نماز جمعه برگزار کنن میتونن در اونها نماز جماعت رو بار آیت پروتکل ها برگزار کنن من از دولت پیشتر گفته بود که قصد دارد به زودی اماکن زیارتی و مذهبی را باز کند شرایط حتی به روایت آمار رسمی هم عادی نیست وزارت بهداشت ایران میگوید تا یه 24 ساعت در تاریخ 11 اردیبهشت 983 نفر به کووید 19 مبتلا شدند و 71 نفر جان باختند. به این ترتیب آمار رسمی از کل مبتلایان ثبت شده به 94640 نفر میرسد و شمار آنها که ویروس جان آنها را گرفته به 6028 نفر. مدارس و دانشگاه ها هنوز تعطیلند اما وزارت علوم اعلام کرده که مراکز علمی به صورت تدریجی باز خواهند شد در گام نخست دانشجویان دکترا به دانشگاه ها باز می گردند. مدارس هم احتمالا اواخر تابستان کار را آغاز خواهند کرد ایران هنوز با عادی شدن شرایط فاصله دارد روند بازگشت به روزهای عادی برای تمام کشورها در جهان پیچیده و زمانبر است شتاب در آن میتواند رسیدن به این هدف را دشوارتر کند گزارشی بود از شیدا هوشمندی شما هم به ما بگید در مورد مطالب برنامه چی فکر میکنید آیا در شهری که زندگی میکنید شرایط زندگی رفته رفته به حالت عادی برمیگرده حس شما نسبت به بیرون آمدن از این محدودیت ها با قرنطینه ها چیه آیا حس میکنید که زندگی عادی رو میشه از سر گرفت اگر در ایران هستین در مورد برگشتن شرایط به حالت عادی برای گرد همایی و باز شدن مراکز مذهبی چی فکر میکنید این هم راهی تماس با ما دیدگاه های شما در این برنامه. در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی BBC شما. بام دادی@ bbc.co.uk. دو فر چه4، سی70،49، 22 22. برنامه با بخش بخش اول مرور مجلات هفته با مسعود بهنور روزنامه‌نگار در لندن ادامه میدیم. بررسی مجلات این هفته رو شروع کنیم با همشهری جوان. همشهری جوان از معدود هفته نامه است که این هفته منتشر شده است. بسارند هفته هایی که خیلی مطبوع تب به خصوص جوان ها هستند تو زمینه های مختلف که نتونستن منتشر بشن به دلایلی که میدونید به حال از بلایای کرونا علی رزاقی بخار که مدیر مجلات همشهری هست در مقدمه خودش امید به روزهای خوب رو پیش کشیده میگه که همشهری جوانم قرار همچنان هر شنبه حداقل برای مخاطبان کاغذی و الکترونیک امیدی باشه و لحظاتی به اون سر بکنه سجاد روشنی سردبیر مجله هم میگه که این سال جدید در حالی آغاز شد که خبر اول آخر سراسر دنیا ویروس کرونا و قربانیان اون بوده مردم جهان در هر سنی یا هر جنسیت یا هر طبقه اجتماعی و سطح درآمدی سرنوشت مشابه بده کرده همه توی خونه هایی عملا حبس شده باشند از آنجا که بشر اگر از هر چیز حراس نداشته باشد تنهایی گریزانه و وحشت داره تجربه قرنطینه ترس مواجهه با درون رو در آدمی بیشتر کرد همه ما آدم ها از مواجه شدن با درونمون بیش از هر چیزی می البته این تجربه سردبیر جوان هست در سنین بالاتر نه تنها اینقدر هم که ایشون میگه سخت نیستش و شاید که ماندانا زندی دبیر فرهنگانر نزدیکتر باشه به این گفته در مورد بعضی ها که از کرونا و خطر ابتلاع به اون حسابی ترسیدن همه جا حرف مرگ و ناراحتی و اینها هست اما خالی از لطف نیست اگر این ویروس های عجیب رو از منظر دیگه هم بررسی کنیم اگرچه کرونا باعث خانه نشینی ما شد و از فعالیتهای روزانه من کرد اما همه ماجرا نیست چرا که با اتفاق مهمی یک سر مثبت دارد یک سر منفی کرونا مثل همه چیز جهان از این قاعده مستثنا نیست و با خودش اتفاق مهمی آورده این روزها که ما انسان ها خواهر نشین شده ایم کره زمین روزهای خوبی رو پشت سر هوا خوب بود حالا آسمان خوبه، حال طبیعت خوبه، حال پرندگان خوبه بیشتر شهرهای دنیا دارند هوای تمیز رو بعد از مدتهای طولانی که نداشتن تجربه میکنن و هایی میزنه ایشون از جاهای مختلف دنیا که چگونه بودن اما محسن محمدی این نوشته رو اختصاص داده از کرونا آمده بیرون ولی در حول و معتقد است که عاشق ادبیات و تاریخ بوده و اشاره میکنه که با وجود این علاقمندی چطور هی کشیده میشد به طرف رشته تجربی یا رشته ریاضی و مانند اینها و به حال رفته حالا به اینجا رسیده که معتقد است که هنوز آدم خوشبختی هست و زمان به گذشته اگه باز میگشت و من هنوز همون نوجوان پر از انگیزه سال سوم رهنمایی بودم و در شرف انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان این دفعه دوباره حق انتخابی هم وجود داشت و اگه دیگران مداخله نمی کردن شرایط بهتر بود به هر حال اینجا داره ایشون هم اشاره میکنه به اینکه رضایت از زندگی و امید داشتن خودش از چیزایی است که قدش در حالت عادی دونسته نمیشه اما مجله آنچنان که در شماره های پیشینش هم بود اصولا مجموع است از خبرهای کوتاه و احیانا با به طبع نسل جدید جوان که خیلی نوشته های بلند رو نمیپسندند و در هر موردی از فیلم و موزیک و بقیه هم کوتاه بودن، ساده بودن و آسان فهم بودن یکی از مشخصات خاص اوناسی گزارشی ماندانو و زندی نوشته است درباره دنیا در حال قرنطینه گزارش خوبیه و معتقد است که اصولا از لایو ها که بگذریم یکی از بزرگترین حاشیه های روزهای قرنطینه دعوت به چالش بود و بعد که چالش ها رو میشموره و این همبستگی ذهنی که بین آدم ها وجود داره که در ایتالیا روی پشت بون بیالون میزنه و بقیه میبینن کسی ورزش میکنه اونو میذاره دیگران میبینن آشپزی هایی که در رواج اتفاق افتاده و بقیه مطالعه میکنن یه نوع همبستگی از راه دور هم بین همه وجود ورده با هم نگاه گذرا کردیم به هفته نامه همشهری جوان مسعود بنور روزنامه‌نگار در لندن سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت نگاران ایرانی در ترکیه که منتظر رسیدگی به وضعیت درخواست پناهجویی خود هستند، ابراز نگرانی کرده و خواستار تضمین امنیت آنها شده. این نهاد غیردولتی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده، از دولت ترکیه و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته برای تضمین امنیت این روزنامه‌نگاران پناهجو اقدام کند. خشار جنیدی با جزئیات بیشتر. سازمان گزارشگران بدون مرز که یک سازمان غیر دولتی است در گزارش تازه خود گفته نگران وضع دوازده روزنامه نگار ایرانی است که به ترکیه رفته اند تا به عنوان پناهجو در کشوری سالس پذیرش شوند به نوشته این گزارش این افراد ناگزیر بودند برای فرار از خشونت بازداشت و محکومیت خودسرانه در ایران به ترکیه پناه بیاورند گزارشگران بدون مرز میگوید این افراد همکنون در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند هم در نزدیکی مرزهای ایران و در دسترس نهادهای امنیتی این کشور هستند و از سوی دیگر با تأخیر طولانی در رسیدگی به درخواست پناهجویی خود مواجه شده اند. به گفته گزارشگران بدون مرز از دو سال پیش که مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی از سازمان ملل متحد به دولت ترکیه محول شده دیرکرد در رویه های اداری تشدید شده شراگیم زند تنز پرداز و روزنامه نگار آرش شعاشرق مدیر مسئول سایت گیلان نو و علیرضا روشن از مسئولان سایت مجذوبان نور از جمله روزنامه نگاران پناهجوی ایرانی در ترکیه هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده. گزارشگران بدون مرز با اشاره به ترور مسعود مولوی مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه در استانبول در سال گذشته نسبت به تأمین امنیت این روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود درباره آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران ایران و ترکیه را از میان 180 کشور به ترتیب در رده های 173 و 154 قرار داده. همزمان شورای اروپا در گزارش سالانه خود درباره افزایش حملات علیه روزنامه نگاران در کشورهای اروپایی هشدار داده و گفته این کار در حال تبدیل شدن به امری عادی است خشایر جنیدی گزارش میداد سری بزنی به آلمان پس از کشمکش های طولانی میان گروه ها و احزاب مختلف سرانجام وزیر کشور آلمان کلیه فعالیت های گروه ها و انجمن های وابسته به حزب لبنان در این کشور را به دلیل تروریستی بودن این فعالیت ها ممنوع کرد از کشورهای دیگر اروپایی نیز خواسته شده که هر گونه فعالیت مرتبط با اهداف حزب و ضد اسرائیلی را غیرقانونی اعلام کنند مرتضی رئیسی خبرنگار آزاد در بن و جزئیات بیشتر ده ها سال است که فعالیت های حزب الله نه تحت عنوان امور نظامی بلکه با عنوان های فرهنگی و دینی و به ویژه تدارک راه های روز قدس به طور گسترده در آلمان جریان دارد این موضوع همراه با مخالفت اسرائیل و سازمان های وابسته به آن کشور در آلمان و همچنین اعتراض های دولت آمریکا و دولت های دیگر همراه بوده است. آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد عمده این فعالیت ها مستقیما با اهداف جمهوری اسلامی و برگزاری سالی مراسم روز قدس و تظاهرات ضد اسرائیلی بوده است. گرچه شاخه نظامی حزب الله از سالها پیش در تمام کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان فعالیت تروریستی ممنوع اعلام شده و فعالیت هایی که از دیروز در آلمان غیر قانون شده تحت عنوان های فرهنگی یا به عنوان مساجد و مراکز دینی سالها بود که سرگرم کار بودند و قوانین این کشور برای این نوع انجمنها تا حد زیادی آزادی عمل قائل شده به طوری که ممنوعیت آنها آسان هم نبوده است با این حال گسترش این فعالیت ها که به هر حال ضد اسرائیلی و حتی آمریکایی بوده است سبب فشار روزافزون آمریکا و اسرائیل به آلمان شده تا اینکه وزیر کشور آلمان آقای زهوفر که خود از رهبران حزب راست سوسیال مسیحی و در ائتلاف با دولت است دیروز رسما همه سازمان ها و انجمن های وابسته یا همراه با حزب الله لبنان را در آلمان غیر قانونی اعلام کرد این خبر با واکنش مثبت دولت و سازمان های اسرائیلی روبرو شد و دولت آمریکا به وسیله سفیر خود در برلین اعلام کرد که این کار دولت آلمان بسیار مهم و قابل ستایش است انجمن یهودیان آلمان نیز از این اقدام قدردانی کرد همزمان های آمریکا و اسرائیل از سایر های اروپایی خواستند تا تصمیم آلمان را بر غیرقانونی کردن انجمنهای گوناگون حزب الله سرمشق قرار دهند به دستور مقام های امنیتی و دادستان آلمان دیروز صبح چندین خانه و مراکز فرهنگی هوادار حزب الله لبنان در چندین شهر آلمان بازرسی شد و افراد نیز بازداشت شدند مرتزا رئیسی گزارش میداد برنامه با نگاهی به خلاصه چند خبر مهم ادامه میدیم پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا گفت این کشور قصد دارد به عنوان یکی از شرکت کنندگان در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از رفع تحریم تسلیحاتی ایران جلوگیری کند برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران گفته آمریکا تلاش میکند متحدانش را نیز در این تصمیم با خود همسو کند از طرفی نماینده ایران در سازمان ملل گفته آمریکا هیچ استدلال حقوقی برای مشارکت در قطنامه مورد نظر ندارد روسیه موضع آمریکا را رد کرده و اتحادیه اروپا هم میگوید آمریکا خود پایان عضویتش در برجام را اعلام کرده در ایران وزارت به بهداشت شمار قربانیان بیماری کرونا را طی 24 ساعت منتهی به 11 اردیبهشت 71 نفر اعلام کرده و آمریکا میگوید ونزوئلا هزینه تعمیر و بازسازی صنایع نفتی خود توسط ایران را احتمالا با طلا پرداخت میکند چشمانداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید سری زنیم به افغانستان مجلس سنا فیروز دین فیروز وزیر صحت یا بهداشت و وحید عمر مشاور رئیس جمهور و مسئول آگاهی عامه کرونا را برای پیگرد قانونی به دادستانی معرفی کرده عملکرد کرده به بهداشت افغانستان در مدیریت وضعیت کرونا و فساد در مصرف بودجه کرونا با انتقادات زیادی مواجه شده با همکارم روین رهنوش در کابل در تماس هستیم صبحت بخیر روین مثل اینکه شیوع کرونا و مصرف هزینه های مبارزه با این ویروس برای مقام های دولت درد سرساز شده کمی بیشتر به امون توضیح بده در این مورد روز گذشته مجلس سنا از فیروزدین فیروز و وزیر بهداشت دعوت کرد که به در مورد با فعالیت هاش برای با مدیریت شیوع ویروس و کرونا در افغانستان پاسخ بگوید و از واحد عمر هم دعوت کرد که بیا در مورد اون بودجه هایی که به خاطر آگاهی دهی عام مصرف شده و جنجال برانگیز شده بود پاسخ بگوید اما هر دوشان در مجلس اشتراک نکردند و همین دلیل هم نماینده های مجلس سنا تصمیم گرفتن که به دادستانی معرفیشان بکنند اما وزیر بهداشت آمد در صفحه فیسبوکش در واکنش به این اقدام تلویحا گفت که قبلا گفته بودیم که تجمع زیر یک سقف اون هم از طرف قانون گذاران یک گناه نابخشودنی هست و وحد عمر هم آمد با کاپی پیس کردن نوشته آقای فیروز در توییترش گفت که ما با فیصله آقای فیروز وزیر بهداشت نرفتیم به مجلس به خاطر که خلاف توصیه های بهداشتی بود و موضوع هزینه هایی که مصرف بودجه که مصرف کرونا میشه واکنش های دیگری را هم در پی داشته و دیروز دیدبان دی شفافیت افغانستان هم در این مورد واکنش داشت گفت که نگران نظارت شفاف این بودجه است و اینکه مبادا که بودجه که مصرف, مصرف, کرونا میشه یا به کرونا تخصیص داده شده و میشه مورد فساد شده و همینطور مورد سوء استفاده قرار بگیره تا به حال دولت ده میلیون دلار را به خاطر مبارزه با کرونا تخصیص داده و قرار است که با تعدیل بودجه 1399 میلیارد ها افغانی را هم به همین موضوع تخصیص بده در مورد آمار اخیر از ویروس کرونا شیوع بیماری و مبتلایان یا کسانی که جان باختن هم در افغانستان به بهمون بگو با اساس آماری که روز گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد دو و دیروز 232 نفر ابتلای جدید را اعلام کرد که آمار مجموعی به 1271 نفر میرسه و 64 نفر هم تا به حال جان باختند هرچند این آمار در مقایسه با کشورهای کرونا نازده خیلی اندک هست اما با آن هم در افغانستان در این چند روز جهش قابل ملاحظه داشته شی ویروس کرونا و به همین دلیل هم دیروز وزارت بهداشت دست و پاچه بود معاون این وزارت گفت که با با کرونا در بگونه سریع در حال انتشار در جامعه هست و مردم باید متوجه باشند که یک فاجعه در حال رخ دادن هست آقای واحد مجروع گفت که مردم دو گزینه دارند یا اینکه در خانه بنشینند و یا اینکه به بیمارستان ها و با قبرستان ها منتقل شوند و همینطور از مردم انتقاد کرد که با برخورد مردم با شیوع کرونا دیده میشه که منتظر هستند که جنازه های زیادی در کوچه ها بیفته بعد بیاین کرونا را جدی بگیرند مشکر هستم روین روین رهنوش همکار ما در کابل از کابل سری میزنیم به دوشنبه تاجیکستان تایید کرده که 15 مورد مثبت ابتلا به کووید 19 در این کشور ثبت شده. این خبر در جلسه دیروز ستاد پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در این کشور اعلام شد. به گفته این وزارتخانه از اول ماه فوریه تا سی آوریل یعنی در طی 90 روز در این کشور 10937 نفر به گمان ابتلا به کرونا قرنطینه شدند که از این تعداد تا امروز 8438 نفر مرخص شدند بر اساس تصمیم به ستاد پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان دانشجویان سالهای اول، دوم و سوم از روز دوشنبه ای آینده برای مدت چهار ماه به تاثیرات تابستانی خواهند رفت طبق تصمیم دیگر استفاده از ماسک در تاجیکستان اجباری شده با سهراب زیا همکارمان در شهر دوشنبه در تماس هستیم سهراب صحبت بخیر در, در دوشنبه دولت تاجیکستان تا پیش از این با قاطعیت گفته بود که موردی در تاجیکستان مشاهده نشده در مورد مدرم ابتلا به کووید 19 اما مثل اینکه حالا مواردی مشاهده شده میشه بیشتر توضیح بدی در این مورد؟ نوزنین دولت تاجکستان تحت فشار افکاری عمومی قرار داشت چون حداقل در یک ماه اخیر در مناطق مختلف تاجکستان به ویژه در شمال تاجکستان که با اوزبکستان و قرقیزستان هم مرز است موارد زیادی مرگ های مشکوک اتفاق افتاد اما مسئولین وزارت بهداشت و تامین اجتماعی تاجکستان اصرار میکردند که علت مرگ این افراد آه, کرونا نیست و آنها بیشتر به علت ابتلا به التهاب ریه و پنیمانی جان خود را از دست دادند و کار به اینجا کشیده شد که جامعه مدنی تاجکستان کیفیت تست های را که در تاجکستان از چین و روسیه و همینطور حدود دو هزار تست که آزمایش از آلمان رسیده زیر سوال بردند و در پی این گفتمان ها سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که یک هیئت از کارشناسان خود را به تاجیکستان و ترکمنستان اعزام میکند دو کشوری که در آسیای میانه ادعا میکردند که از ویروس کرونا امین ماندند و تا اینجا رسید که دیروز جلسه ای استراری ستاد پشگیری از گستریش بیماری کوید 19 در تاجیکستان برگزار شد تحت ریاست نخست وزیری تاجیکستان و در این جلسه اعلام شد که نتیجه آزمایش ده نفر از ساکنان استان سخت که هم مرز با اوزبکستان و قرقزستان دو کشوری کرونا زده آسیای میانه هست و همینطور پنج نفر دیگر در شهر دوشنبه مثبت برآمده خب به نظر میاد که دولت خیلی سریع تصمیمهایی در این مورد گرفته چه جزیاتی بیشتری میتونی به اون بگی در این مورد خب انصافا باید بگیم که از آغاز این بحران در چین در تاجکستان تدابیر زیاد روی دست گرفته شد همین چند تا اگر با اجازه شما من مرور بکنم مثلا از روزی اول نوروز پروازهای بین المللی در دوشنبه قطع شد مساجد حالا بسته شده و ظاهرا تا پایان ماه رمضان بسته خواهند بود از روز دوشنبه گذشته تمام مدارس تعطیل شده برای دو هفته و از دیروز تمام بازارهای فروش لباس تعطیل شدند و در شهرهای بزرگ تاجیکستان شبانه بیشتر تدابیر ضد عفونی در بناها، ساختمانها، پارک و به اصطلاح کوچه و خیابانها انجام می شود. باید در نظر گرفت که در این اواخیر تصاویر زیاد از مرک های مشکوب و همینطور موارد به خاک سپردن اجساد در شهرهای مختلف تاجکستان در شبکه های اجتماعی منتشر شد و کار به اینجا رسید که دیروز در آستانه سفری یک هیئت از سازمان بهداشت جهانی بلاخره دولت تاجکستان ایزان کرد که حدیقل حالا پانزده نفر در این کشور با ویروسی کرونا مبتلا شدند و گفته می شود که چهار بیمارستان که در شهر دوشنبه برای بیستری کردن افرادی مشکوک با این بیماری هست الان پر هست و بعضی از سالن های ورزشی و مکان های دیگر را برای پذیریشی بیماران احتمالی کرونا در دوشنبه و همینطور شهر و نواحی دیگری تاجیکستان دارند آماده می کنند. مشکر هستم هم سهراب زیا همکار ما در شهر دوشنبه چشمانداز بابدادی رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم مدیر فوریت های پزشکی استان فارس میگوید از ابتدای شیوع کرونا به علت مسمومیت با الکل 100 نفر در این استان فوت کردند پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل صنعتی یا تقلبی را در کل ایران 700 نفر اعلام کرده بود به گفته مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی در استان های ایران این قربانیان برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا اقدام به نوشیدن یا قرقره کردن الکل می کنند. خبرگزاری مهر در ایران میگوید شرکت دولتی روس اتم محموله جدید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را وارد این نیروگاه کرده و قرار است که این محموله بر اساس برنامه سالانه تعویز سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در قلب این نیروگاه قرار بگیرد نیروگاه اتمی بوشهر پس از سالها تاخیر در سال 1390 راه اندازی شد اما فعالیت آن چندین بار متوقف شده است این نیروگاه متکی به اورانیوم دریافتی از روسیه است و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این سوخت نظارت دارد یک نماینده پارلمان ترکیه میگوید که از وزیر خانواده کار و امور اجتماعی درباره پیگیری بررسی اتهامهای وارد شده به امیر حسین مقصودلو یا امیر تتلو خواننده ایرانی سوال کرده است خانم تولای حاتم نماینده ی حزب دموکراتیک خلقها در توییتر گفته از وزیر خواسته توضیح دهد در صورتی که اتهامات امیر تتلو مبنی بر دعوت از دختران زیر سن قانونی در اینستاگرام برای داشتن رابطه جنسی ثابت شود بدون استردادش به ایران چطور با او برخورد میکنند پلیس ایران میگوید امیر تتلو را به جرم اشاعه فساد تحت پیگرد قانونی قرار داده سازمان عفو بین الملل می گوید زندانیانی که در زندان شیبان استان خوزستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند نیاز به مراقبت پزشکی دارند به گفته سازمان عفو بین الملل این زندانیان در پی اعتراض به شرایط بهداشتی بعد از شیوع ویروس کرونا در زندان توسط نیروهای امنیتی مجروح شدند و مورد اصابت گلوله های قرار گرفتند و برادر علی یونسی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از اینکه با گذشت 20 روز از بازداشت برادرش خبری از وضعیت او ندارند ابراز نگرانی کرده به گفته خانواده آقای یونسی او روز جمعه 22 فروردین همراه با 12 مأمور لباس شخصی در حالی که به شدت مجروح بود به خانه بازگردانده شده و پس از بازرسی خانه و ضبط کامپیوترها و موبایل ها بازداشت می شود علی یونسی از دانشجویان نخبه و برنده مدال طلا المپیاد جهانی نجوم است. امروز در ایران روز معلم است. معلمان همواره از مشکلات گوناگون و بیش از همه حقوق ناکافی گرایه کردند. اما دولت میگوید خوب عمل کرده. همین چند هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه از چهار برابر شدن حقوق معلمان از سال 92 به بعد حرف زد تکرار ادعای رئیس دولت که پیشتر گفته بود اما آیا حقوق معلمان از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی چهار برابر شده فیروزه اکبریان گزارش میدهد نه قرار بود معلم ها به خیابان ها بیایند نه کلاس ها خالی باشند اما این اتفاق در سالهای اخیر بارها تکرار شده اوج اعتراض ها دو سال پیش بود. تحسن معلم ها ابتدا از چند شهر شروع شد. اما به مرور گسترده تر شد. تحسن سراسری شد. شمارشان از دست خیلی ها در رفت. بالاترین مقام کشور زمانی درباره سیاسی کردن اعتراض های معلمان هشدار داده بود. معلمین ما غافل نیستند از توطعه دشمن اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن چند تا شعار فتنگرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش میگنجانن اینو همه کس میفهمن که این انگیزش انگیزه سالمی نیست محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هفته پیش گفت حقوق معلمان نسبت به سال 92 چهار برابر شده حرف هایی که مشابهش را رئیس جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی زده بود. حسن روحانی روبه به کودکان از مسائل دنیای بزرگترها گفت. یک حقوق متوسط اگر در نظر بگیریم در سال 92 حقوق معلمین شما یک میلیون و سیصد هزار تومان بوده به طور متوسط. و امروز حقوق معلمین شما چهار میلیون و صد هزار تومان به طور متوسط هست یعنی در طول این شش سال تقریبا حقوق معلمین چهار برابر افزایش پیدا کرده اما حساب و کتاب آقای روحانی چقدر درست است؟ نخست این که افزایشی که آقای روحانی به آن اشاره کرده حدود سه برابر است نه چهار برابر و دیگر اینکه حتی اگر سخنان رئیس جمهوری ایران درباره چهار برابر شدن حقوق معلمان در این مدت درست باشد آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در عرض این شش سال قیمتها در ایران تقریبا سه برابر شده حقوق چهار میلیون و صد هزار تومانی سال 98 معادل یک میلیون و چهارصد و سی هزار تومان در سال 92 است به عبارت دیگر حقوق معلمان در این شش سال عملا حدود ده درصد افزایش داشته، نه بیشتر. اما معلمان و دانش آموزان این روزها با شیوع کرونا تجربه متفاوتی از آموزش دارند. کلاس ها سوت و کور شده اند. دانش آموزان خانه نشین و آموزش مجازی شده. رسول بداقی فعال سنفی معلمان معلم ها دو برابر وقتی رو که تدریس میکنن و شاید هم سه برابر وقتی رو که در کلاس های حضوری بودن پشت صفحه مانیتور باید باشن معلمان البته علاوه بر رسیدگی به وضع حقوقشان و رفع مشکلات تدریس خواسته های دیگری هم دارند اختصاص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش برخورداری از بیمه فراگیر و آزادی معلمان زندانی از جمله آنهاست. <applause> شاید معلمان هم سوالهای مشابهی دارند. البته در رابطه دولت با خودشان. اینکه دولت چقدر به فکرشان است و چه موقع جواب درخواستهایشان را می دهد. گزارشی بوده از فیروز اکبریان فرصتی است که نگاهی بندازیم به پیام های شما از فیسبوک میخونم یوسف نوشته اینکه معلوم نیست حکومت ایران همیشه حقیقت ها را از مردم ایران پنهان کرده و در مورد کرونا هم اطلاعات دقیق را این ببخشید اینکه معلوم است حکومت ایران همیشه حقیقت ها را از مردم پنهان کرده و در مورد کرونا هم اطلاعات دقیق را آشکار نمی کن. یعنی اینکه آزادی بیان واقعی وجود ندارد محمد هم نوشته در سوئیس زندگی یا یواش یواش به حالت عادی برمیگرده البته در شهری که ما زندگی میکنیم هیچ قرنطینه ای نداشتیم در خبری دیگه در پیامی دیگه افشی نوشته من امروز برای اولین بار مجبور بودم چار پنج ساعت ماسک بزنم و اصلا راحت نبود بیشتر قدر کادر درمانی رو میدونم که با چه مشکلات و در حال خدمت هستن خسته نباشین و درود به تمام پزشکان و پرستاران و کادر درمانی در دنیا و یار یک پیام دیگه هم اجازه بدید متا... مترسک نوشته متاسفانه مردم مجبورند که به خاطر یک لقمه نون جونشون رو بگیرند کف دستشون و برند بیرون از خونه و احتمالا منظورش بوده برای کار در تلگرام فریده نوشته 35 سال معلم بودم و در مقطع راهنمایی تدریس کردم از نظر من بهترین شغل در دنیا معلمی است افلاتون را پرسیدن چگونه است که تو معلمی خیش را بیش از پدر احترام می نهی و بزرگ می دانی گفت پدرم مرا از بهشت به زمین آورد و معلمم مرا از زمین به بهشت رهنمون ساخت حال قضاوت کنید احترام بر کدام واجب تر است روز معلم بر همکاران عزیز مبارک باد مرتزانی بشته بالا تو شهر ما همه چی عادی هستش تمام مغازه ها بازه و مردم هم همه ریختن بیرون فقط مسجد باشگاه های ورزشی بسته هستن مردم هم رایت نمی تعداد بیماران کرونایی هم متاسفانه بیشتر شده علی رزا آمارهای ایتالیا در مورد کرونا به یقین نزدیکتر از هر جای دیگهی به واقعیت در عدم رایت قرانتین ما از ایتالیا بسیار بدتر عمل کردیم حال چگونه است که آمار ما از آنها کمتر است معلوم می شود که آمار ایران بیپایه و اساس است و ما بیشتر از ایتالیا تلفات داشتیم و مانند هر کار دیگری پنهان کاری شده اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی فرصتی شد باز هم برای شما پیام پیامهایی که برای من فرستادی رو میخونم <متصفيق> خبرهای امروز پوریا جافره با سرنوشت لیگ های در جبال فوتبال اروپا شروع میکنه با توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده بعد از اینکه مشخص شد که لیگ یک فرانسه یکی از پنج لیگ بزرگ اروپا و جهان ادامه پیدا نخواهد کرد ام، یک خبری که شنیده میشه این, این روزها اینه که حتی رئیس جمهوری فرانسه نه تنها خب تصمیم در مورد کشور خودشون گرفتن امانوئل ماکرون ولی که الان تا یه اندازه ای دارن سعی میکنن که آلمان، ایتالیا و اسپانیا رو هم صحبت بکنن همینطور لیگ برتر انگلیس و میخوان که تمامی این لیگ ها با همدیگه نیمه تمام رها بشن که خب بعید به نظر میرسه که اونها به خودی خودشون بتونن تصمیم بگیرند ولی شرایط خوب به نظر نمیسته راجب همه لیگ فرانسه بخوایم صحبت بکنیم تصمیمی که گرفته فدراسیون فوتبال اینه که تیم پارسن جرمن رو به عنوان قهرمان اعلام بکنه که خب با توجه به مقایسه که با هلند میشه کرد که اونها هم لیگشون نیمه کار تموم کردن و قهرمان اعلام نکردن اینه که در لیگ هلند تیم های آژاکس و آزد آلکمار هم امتیاز بودن وقتی که لیگ نیمه تموم بود تقریبا امتیاز اختلاف داشت برای همین قهرمان اعلام شده جدول رو در واقع فریز نکردند و همون نتایج رو ثابت نگه نداشتن به نسبت هفته آخر اومدن تعداد میانگین امتیازهایی که تیما گرفتن رو حساب کردند و طبق این جدول تیم آمیان هستش که به دسته پایین تر میره تیم سامان قدوس همینطور تیم لیون که در واقع وقتی که لیگ تموم شد پنجم بودن و میتونستن در مسابقه اروپایی حضور پیدا بکنن الان هفتم شدن به دیگه های دیگه هم میخوایم نگاه بکنیم چندین تا خبر جالب داریم اول از همه اینکه که بوندس لیگا که به نظر می اومد تو آلمان از همه بهتر عمل کرده بودن در کنترل کرونا تصمیم از سرگیریش یک هفته عقب افتاده روز چهارشنبه هفته آینده تصمیم گرفته خواهد شد واسه بوندس لیگا تو انگلیس یک مسابقه که بیرون اومده و خیلی سر کرده مصاحبه سرجیو آگورو بازیکن آرژانتینی تیم منچستر سیتی که گفته که بازیکن ها شون بسیار ترسیدن که برگردن به مسابقه ها اسپانیا و ایتالیا هم که خبرایی که داریم اینه که اسپانیا همچنان ساکتتر استش به نسبت این لیگ های دیگه در ایتالیا رئیس لیگ گفته که به هیچ وجه حکم نیمه تمام گذاشتن مسابقه ها رو امضا نخواهد کرد به خاطر اینکه ضربه ای که از پولهایی که از دست رفته در این فصل از قرارداد های تلویزیونی به فوتبال ایتالیا خواهد زد قابل جبران نخواهد بود و فوتبال ایتالیا نابود خواهد شد تو انگلیس همچنان مقاومت هست با وجودی که حالا شهردار لیورپول گفته که در این لحظه فکر این که بخوایم مسابقه ها رو از سر بگیریم واقعا نباید به اون فکر بکنیم و هنوز بیشتر از یک ماه فاصله داریم با موقعی که میتونیم تصمیم بگیریم که مسابقه ها رو بخوایم شروع بکنیم پوری ها جافره و حالا هم مجلات هفته گذشته ایران با مسعود بهنود این بخش از بررسی مجلات هفته رو اختصاص بدیم به آزما ویژه آزما مال بهار و همینطور شهرزاد آزما یک بخش ویژه هم برای هر فصل داره بهار رو الان رو اختصاص داده به شعر بله بهترین هدیه است برای شعر. بسیاری از شاعران رو آورده که میشناسیم از عباس سفاری ایرج صفش منصور اوجی خسرو سینایی و همینطور از خارجی ها هم ترجمه خیلی خوبی آقای پوری کرده است از فرانسیسکو ویلاتورو و بعد جیمز جویس رو برفش میرزایی ترجمه کرده چه خوب و چند ترجمه دیگه هم وجود داره یک گفتگوی هم با دکتر زیای موحد کرده درباره چیستی و چگونگی شعر اصلا شعر چیه اما اول ممنون قصه های تو انبانو که خواب های آشفتم را دست دسته می کنی و در حریر خاطره میپیچی. و به آب و آفتاب می سپاری سرور کدام بالش بگذارم بانو که صدای پر پرنده های عاشق میخوابم نکند و تنهاییم کلباری نباشد برای پرنده ها بانو تنهاییم را در چمدانی فرسوده می نهم و برایت می فرستم تا تنها نباشی من با خیشتن می سازم. با توجه به حال و هوای تنهایی های اجباری به نظرم شعر خیلی خوبی بود انتخاب شده بود و بعد چنانکه که بعد دن شعر آقای سفاری که گفتم آقای سبسکن تا منصور اوچی چه سکوتی سنگین باغ در سلطه برف باغ در چنگ غروب باغ گورستان ها, ها هر که هر جا تنهاست چه در آن گور و در آن گور و در آن مانده تا صبح شود مانده تا تابش خورشید به خاک مانده تا طرح کسانی از دور مانده تا آوایی تازه آغاز شب است شب و سرما در راه و کلاغان سیاه اسم شعر بود باغ گورستان و اما خسرو سینایی یک دسته گل سرخ در گلدان بلور روی میزم سال هاست خشکیده هر روز ساعت ها نگاهشان میکنم شاید شاید گرمای نگاه هم دوباره آنها را شکوفه کنند آتش سیگار پکی بزن به سرخی آتش سیگارت نگاه کن لحظه دیگر خاکستر می شود می ریزد. با هم نگاهی گذرا کردیم به نشریه خواندنی آزما ویژه نامه شعر اما اجازه بدید شهرزاد رو هم که آنچنان وعده کردم براتون بگم یک روی جلد داره شهرزاد روی جلد فوق زیبایی است از یک بانویی در یکی از مساجد اصفهان چرا که میفهمم و این عکس خیلی زیبایی است که در این باره گفته شده این خودش نوشته است مجله یعنی سردویر مجله که شماره اول ماهنامه مصبر شهرزاد قصه گو با تمرکز بر دو حوزه ایران شناسی و ایران گردی الان جلوی شماست به خوانندگانش میگه شهرزاد قصه گو در هر شماره چند قصه بلند رو به عنوان پیکری اصلی نشریه به همراه چندین حکایت کوتاه برای خوانندگان روایت میکند که از میان موضوعهای متنوعی از قبیل معرفی پایگاه های تاریخی میراث معنوی و ناملموس ایران سفرنامه ها راهنمای سفر زبان و ادبیات فارسی گذشته است به این ترتیب وارد میشه یک مینیاتورهای نو و عکس های زیبایی از گردش بهاری داریم می‌بینیم که بله مجله رو مصور میکنه با چاپ خیلی خوب و بعد اونجا میرسیم به بخش روایات چند تا قصه خوب میگذرونه و به این ترتیب یک مجله زیبایی به مجلات موجود اضافه شده است و چنان که من از شناسنامه‌اش در میابم اون که نوشته بعضی از عکاسا نوشتن یا یه اخلاقیات حسنه هستش که حسن کریمزاده ناسهش بوده ناقلش بوده صورتگرش هم مهدی کریمزاده بوده و بعد ملک سندباد که از مهدی کریمزاده است که روایت چند منچه جنج بر کرده و چه قصه و روایت خوبی اینطور میفهمم که شهرزاد نشریه مستقل ریست که روی پایه ایران شناسی ایران گردی هست امیدوارم که شماره های آینده پربارتر و خوبتر بوده باشه که حتما هست با هم نگاهی گذرا کردیم به دو نشریه آزما بیژه نامه شعر بهار و شهرزاد ماهنامه مصبر ایران شناسی برنامه اندازه بامدادی امروز ما هم در همینجا به پایان میرسد